این در واقع سیستم کاریه که سر فیلم فوکوس داشتن کسایی که سر صحنه بودن، یعنی این در واقع اتفاقیه که سر صحنه داشته میافتاده. دو تا دوربین آلکسا بوده که اینا فیلم برداری میکردن و خودشون غیر از اینکه تصاویر رو روی فلش کارتاشون ذخیره میکردن، با کالر اسپیس و با رنگ لاکسی، یعنی همونطور که خاطرتون هست سر بحث LUT و لاگ و فلت و اینا کلی صحبت کردیم، اینا لاگ سی بوده تصویرهایی که تصویر برداری می شده استاندارد رنگشون. و باز یه نسخه از همین تصاویرم روی کودکس که یه ریکوردر اکسترناله ذخیره می شده، چون این کودکس خیلی، حالا نمیدونم تو ایران موجود هست یا نه، استاندارد کل هالیووده، فوق العاده سیستم های خوبی برای رکورد کردن دیجیتال سر صحنه. اکثر کار حرفه‌ای یه دونه از اینا هستش که به دو تا سه تا دوربین وصله، و خب بزرگترین مزیتش هم اینه که وقتی همه دوربین ها رو به این وصل میکنید و یه جا ریکورد میکنید، دیگه تایم کداشون سینک و حالا مشکلی هم نداره و دیگه خیلی راحته و خیلی ترتمیز و مرتبه همه چی. از اینجا این تصاویر روی آتپستی که در واقع سولوشن شرکت لایت آیرنه داشته روی این بکاپ میشده، یعنی هر تصویری هر جایی که فیلم برداری می شده هم روی فلش بوده هم روی کودک ذخیره می شده، کودکس با کودکس ریکورد می شده و هم روی این آتپوستی که سر صحنه بوده بکاپ می شده. این طرف برای کارگردان‌ها و برای کسی که اصطلاحاً توی ویدیو ویلج نشسته بودن، اون جایی که مونیتور چند تا هستش و کارگردان و حالا تهیه کننده و اینا نشستن دارن تصاویر میبینن، اصلا هم بهش ویدیو ویلج گفته میشه. اینو من برای کسی که نمیدونستن گفتم. برای اونجا یه سری مونیتور بوده. حالا دقیقا شما اینجا میبینید که ما یه الیوتی برعکس اینجا داریم، یعنی شما یه الیوتی به سیستم کیو تیک وارد میشده و حالا از کیو تیک هم باز ما یه الیوتی داشتیم که اونو تبدیل بکنه به رک 709، رک 709، که چه روی مونیتورها و چه روی آیپد هایی که لایف پلی، نرم افزار رو لایف پلی داشتن، این تصاویر درست پخش بشه. باز این نرم افزار لایف پلی هم مال شرکت لایت آیرن هستش. خود این کیو تیک هم یه سولوشن خیلی گرونه که این در واقع شما تمام تصاویر رو اگر روی سرورش ذخیره بکنید، حالا غیر از این که LUT میتونید شما داشته باشید و با LUT میتونید تصاویرتون رو ببینید برای اینکه اونطوری تخت و مرده و اینا نباشن، همونطور که شما اینجا میبینید تصاویر تخت آلکسا میومدن توی کیو تیک، LUT روشون اعمال میشده و روی ویدیو تو ویدیو ویلج تصویرها درست دیده میشدن. به غیر از این یه سرور هم میتونه برای شما درست بکنه که شما تصاویرتون روی چند تا پلتفرم مختلف دیده بشه. به طور مثال اگه تهیه کننده شما خواست رو آیپد ببینه، اگه کارگردان شما خواست روی چندان آیفونش ببینه، رو لپتاپش ببینه، و حالا همه برای همه اینا خروجی میگیره و به اینا میتونه سرویس دهی داشته باشه، چون یکی از چیزهایی که اینجا خیلی خیلی حساس و مثلا تهیه کننده ها استودیو روش خیلی اصرار دارن اینه که همه چی رو تو جریانش باشن، ریز به ریز به ریز کل کار رو بدونن که مثلا میلیمتر به میلیمتر به چه شکل داره پیش میره. اینه که کیو تک برای این استفاده میشده. این طرف برای صدا هم باز به همین شکل صدا روی کارت CF طبیعتا رکورد میشده، این دیتا باز بکاپ میشده توی آوتپست، و حالا همزمان سر صحنه یه نفر با این لیلی پد یه اصلاح رنگ ساده و سریع انجام میداده. این لیلی پد دیگه برای تدوین نیست، آوتپست برای تدوین و ذخیره سازی اطلاعات سر صحنه بوده، برای بکاپ کردن اطلاعات بوده. لیلی پد برای اصلاح رنگ سر صحنه که اونجا دیگه صحنه رو خیلی سریع اون کسی که سر صحنه کار اصلاح رنگ انجام میده، البته نه اصلاح رنگ نهایی دیگه، یه چیز خیلی دم دستی که بتونن فعلا ببینن که تصاویر خیلی عجیب نباشه. یکی از دلایلش هم همین وجود لاگ هست، چون شما لاگ دارین فیلم برداری میکنین، حالا زمانی که حتی خب با LUT رک 709 هم ببینین، چون استاندارد مونیتور باز ممکنه یه سری اشکالات وجود داشته باشه، اینه که یه نفر سر صحنه اگه چک بکنه تصاویر رو و یه اصلاح رنگ ساده انجام بده، شاید خیلی امنیت کار رو بالا ببره. اینه که این تصاویر از آوتپست فرستاده می شده برای لیلیپد
یه نفر اینجا این کار روش انجام میداده روی سیستم رنگشون، و دوباره اینا اون اصلاح رنگ ها ذخیره میشده توی آت پست که بعداً کسی که میخواد کار اصلاح رنگش رو شروع بکنه بدونه که سر صحنه مدیر فیلم برداری چی رو تایید کرده. چرا اینجا روی خود لیلیپد خود مدیر فیلم برداری می اومده اوکی می کرده شاتا رو؟ یعنی مثلا فرض کنید شما یه بریک کوچولویی که بوده که اون کسی که کالریست کار بوده نشون میداده به مدیر فیلم برداری که آقا تصویرها ایناست، این شکلی این شکلیه، اوکی می شده، اینا ذخیره می شده اینجا که حالا دیگه بعدن همه چی مرتب و منظم می رفته برای پست پروداکشن. این اتفاقاتی بوده که در واقع سر صحنه اینا توی فیلم فوکوس داشتن. من یکی دلیلی که شما دیدید اینقدر اصرار داشتم روی موضوع فلت و الیوتی و کالر سپیس و اینا، یکیش همین بود که اینجا ما در واقع این تیکر رو راحت بتونیم در واقع بدونیم که چی هست و من بتونم راحت توضیحش بدم. الان شما اینجا نگید که واه این الیوتی چیه، لاکسی چیه، اینا همون چیزاییه که با هم صحبت کردیم راجبش و یه همچین اتفاقاتی افتاده بوده سر صحنه.